درود، با اپیزود 4 قالب‌های تزریق پلاستیک در خدمت دوستان هستیم. در این اپیزود قصد دارم که در مورد استراکچر اصلی یک قالب تزریق پلاستیک استاندارد صحبت بکنم. ببینید، قالب‌های تزریق پلاستیک همونجور که خب قبلا توضیحات کلی دادیم، هدف از ساختشون تولید قطعه پلاستیکی هست. قطعات پلاستیکی که شما احتمالاً سر و کار دارین باهاشون دیدین تو صنایع خودرو، صنایع کیچن تولز یا تجهیزات آشپزخانه و خیلی قطعات پلاستیکی اصلا سال هاست، شاید قرن، یک قرنه که تو زندگی انسان ها اومدن، عموماً از دو تیپ پلیمر تشکیل میشن: الاستومرها و پلاستومرها. یه سری از پلیمرها هستن که فرایند قالب گیریشون به واسطه خاصیت اون پلیمر که امکان ملت دادن داره، یعنی امکان ذوب شدن داره، به روش تزریق پلاستیک و اون چیزی که مبحث صحبت ماست داریم ازش داریم بهش میپردازیم و توضیح میدیم. یه سری دیگه از پلیمرها هم هستن که به واسطه پخت، یعنی ملت به ما نمیدن و معمولا مواد اولیش به صورت بالک یا خمیریه و با پخت و پخته شدن تو فشار و گرما قطع شکل میگیره. نمونه اول که موضوع مبحث صحبت ما هست رو میشه مثال زد، مثل همون ملاقه آشپزخونه یا مثل خدمت شما عرضم خیلی قطعات پلاستیکی، ظروف آشپزخونه ای یا قطعات صنعتی مثل مثلا اجزای پلاستیکی بی متال یا همین باکس اسپیکر شما که پلاستیکی هست، اینا به روش تزریق یعنی ملت پلیمر وارد قالب تحت فشار میشه و طی اون 4 مرحله بسته‌شدن قالب، تزریق مواد، سرد شدن قطعه و بعد خروج قطعه، قطعه رو به ما میده. مورد دوم میتونم مثالش مثل اورینگای لاستیکی بزنم، مثل قطعات لاستیکی، مثل دسته موتور ماشین، دسته گیربوکس ماشین، مثل قطعات سیلیکونی که توی صنایع پزشکی هم استفاده زیاد میشه، هم تو صنعتی استفاده میشه. اینا به روش پخته. این نوع قطعات مورد صحبت ما نیست. امیدوارم تو دورهای بعدی در مورد الاستومرها هم یه دوره آموزشی بگذاریم که شاید توی بازار و توی صنعت ما به عنوان قطعات لاستیکی یا پخت لاستیک باشون به گوشتون آشنا باشه. فعلا ما در مورد قطعات تزریقی داریم صحبت میکنیم، یعنی پلاستومرها. خدمت شما عرضم که یک قالب استاندارد تزریق پلاستیک استراکچرش به دو بخش کلی تقسیم میشه، یکی قسمت ثابت قالبه، یکی قسمت متحرک قالبه. قسمت ثابت قالب روی دستگاه تزریق یا ماشین تزریق در فک سمت تزریق بسته میشه، یعنی فکی که نازل تزریق میاد روی قالب در واقع میشینه و تزریق انجام میشه و وقتی که قالب تزریق روی دستگاه باز و بسته میشه اون قسمت ثابت رو قرار داره. قسمت متحرک قالب قسمتیه که رو فک متحرک دستگاه تزریق، یعنی اون فکی که موقع باز شدن میره عقب و سیستم پران کننده در واقع با یک اکچویتر هیدرولیک که روی ماشین تزریق هست عمل میکنه و قطعه رو بیرون میندازه. پس ما دو بخش کلی داریم، قسمت ثابت و قسمت متحرک. حالا امکان داره توی کتاب‌ها، مقالات یا کورس‌های آموزش قالب‌های تزریق اسمای دیگه‌ای رو می‌ذارن، ولی عمومی که ما توی ایران باهاش سر و کار داریم به این دو دسته اصلی تقسیم میشه. هر کدوم از این قسمت‌ها، چه قسمت ثابت و چه قسمت متحرک، خودش اجزایی به خودش رو داره. معمولاً الزام و
استلزامی نداره، ولی یه قالب استاندارد، یه قالب ساده رو شما تصور بکنید بدون هیچ اجزای می، بدون هیچ اسپلیتر یا کشویی، بدون هیچ مایچه متحرکی، مکانیزمی، هیچی، یه قالب ساده. معمولا اینطوریه که قسمت کویته قالب، یا در اصطلاح، در اصطلاحات فنی ایرانی فارسی، قسمت مادگی قالب سمت ثابت هستش. اگر فرض رو بر این میگیرید که ما قرار یه کاسه پلاستیکی رو قالبش رو تولید بکنیم، اون قسمت گود قالب رو که فرم کاسه توش گود شده رو میگن کویتی یا مادگی قالب. در قسمت متحرک قالب، اون قسمت بیرون زده رو بهش میگن کور یا نری قالب، که به اسم سنبه قالب هم گفته میشه، حالا اشتباه یا غلطش کاری نداریم، ولی این اسم ها اصطلاحاتی هست که به کار میره. قسمت کویتی هم به عنوان ماتریس قالب گفته میشه. حالا من یه توضیح در پرانتز بدم، ماتریس و سنبه معمولا و عموما اگر بخوایم با اصطلاحات انگلیسیش یا لاتینش برابری بدیم، برای قالب های فورمینگ و فلزی استفاده میشه، ولی خب تو ادبیات صنعتی ایران از این هم استفاده میشه. ما تو دوره آموزشی و دوره قالب های تزریق همون اسم اصلیش یعنی کور و کویتی رو استفاده میکنیم. تو قسمت ثابت که کویته قالب در واقع روی اون قرار میگیره، اجزای نازل یا بوش تزریق هم اونجا قرار میگیره و شامل میشه از یه بلوک استاندارد که حفره توش در میاد. حالا در یه سری تیپ قالب ها میتونه این بلوک به واسطه مصرف کمتر فولاد یا شرایط مکانیزمی قالب در یه پاکتی از یه فولاد با درجه پایین تر اهمیت پاکت بشه که به اون فولاد هم هولدر میگن. حالا اینا رو توضیحاتش رو به صورت جزئیات جلوتر که بریم خدمتتون عرض میکنم، ولی فعلا بدونید که این قسمت ثابت قالب قسمت تزریق قالبه که بهش ما کویته میگیم. در قسمت متحرک قالب، غیر از بحث کور قالب یا قسمت برآمدگی قالب، ما اجزاء قطع انداز رو داریم که پران هم بهش میگن، یا مثلا اجزای پران کننده. اجزای قطع انداز باید جوری طراحی و ساخته بشن که از جک پران دستگاه تزریق فرمان بگیرن به صورت مکانیکی کاملا، و بعد از بستن و تزریق و سرد شدن قطعه قالب که از هم باز میشه، این اجزای پران کننده بتونن با پین های پران یا المان های پران، میتونن الزاماً پین هم نباشه، میتونه یه صفحه باشه، میتونه یه سری المان چهارگوش، بیضوی، مربعی یا هر چیزی باشه، قطعه رو از روی اون کور یا روی اون در واقع نری قالب خارج کنه، که این اجزا خودشون شامل اجزای راهنما کننده هستش، صفحه پران، پشت‌بند صفحه پران و المان‌های اثر پران روی قطعه هستش. و در جلسات بعدی اینو به صورت جزئیات و دقیق‌تر توضیح میدیم که به چه صورت. پس ما در واقع غیر از دو قسمت کلی ثابت و متحرک قالب، یه زیر قسمتی هم در قسمت متحرک قالب داریم که اجزای پران کننده هست. میتونه خیلی ساده باشه، میتونه خیلی پیچیده باشه اون صفحه، اون اجزای پران کننده، بسته به طرح قالب و اون قطعه و پیچیدگی قطعه طراحی میشه. الزاماً و همیشه هم قالب ها طرح، حتی قالب های ساده و استاندارد، طرح های شبیه هم در تزریق یا پران یا حتی قسمت ثابت و متحرک نداره. در یه سری قطعات مثل قطعاتی شبیه سطل یا قطعات با که ارتفاع زیادی دارن، حتی میتونه قسمت قطع انداز بیاد سمت ثابت
قالب رو قرار بگیره، ولی با یه اکچویتر و یه اجزای دیگه قسمت پران و دیگه پران انجام میشه، قطع اندازی انجام میشه و از جک پران دستگاه به صورت مستقیم حتی استفاده نشه. پس هیچ الزامی توی طرح نیست. همه این نوع در واقع شکلگیری قطع در قالب و خروجش بستگی به طرح قالب و به پیچیدگی قالب داریم. ما یه قالب سادهی مثل همون کاسه پلاستیکی خدمتتون عرض کردم داریم، خیلی راحت. یه کویته هست، یه کور هست و یه سیستم پران، خیلی راحت قطع تولید میشه. یه قطع هم داریم به صورت اجزای زیاد، مثل حالا تو کارهایی که خودم انجام، مثل دایاق پشت سپر مثلا 207 که حالا غیر از بزرگی و وزنش و اینها از چند نمونه اسپلیتر تحت زاویه با اکچویتر مکانیکی با اکچویتر هیدرولیکی، خودش قبل از این که یه قالب باشه و ازش خروجی قطع بگیریم یه ماشینه، یه ماشین نسبتا پیچیده که همه این اجزا و مکانیزم ها نقش در این دارن که یه قطعه رو به ما بدن که اون قطعه پیچیده و دیگه کاسه پلاستیکی نیست. پس بسته به طرح قالب و پیچیدگی قطعه، قالب میتونه از این قسمت ثابت متحرک و اینکه تزریق حتما قسمت ثابته یا پرون حتما قسمت متحرکه خارج بشه. من در جلسه بعدی با یه قطعه سمپل شروع میکنیم، یه قطعه ساده، نه خیلی ساده که بشه روش جزئیات در واقع توضیح داد، روش تغذیه قطعه در قالب، اثر پین‌های پران یا المان‌های پران روی قطعه و شرایط ایجاد شده برای سرد کردن قطعه در قالب و مکانیزم قالب و اجزای استاندارد قالب صحبتایی می‌کنیم که ذهن‌ها و دیدها نسبت به یک قالب تزریق پلاستیک یه بک‌گراند و یه بستر خوبی داشته باشه، بتونیم بریم جزئیات رو تک به تک توضیح بدیم. روز خوش و به امید موفقیت و سلامت.